داستان 40 دزد اصفهان، این قسمت رو در رو شدن زانیار با پیرمرد جاسوس. داستان به اینجا رسید که با کشته شدن یاور قصاب و داروغه شهر اصفهان نزدیک به آشوب بود. حاتم بگ وزیر کنترل شهر را در دست گرفته و در حالی که شاه عباس در حال مذاکره با سفیران عثمانی بود، عیاران به دنبال قاتل می‌گشتند. زانیار که مأمور شده بود از وزیر اعظم حمایت کند، سیاهی را در دل شب دید که دورا دور مراقب خانه وزیر بود. و اما ادامه داستان. در حالی که سیاه‌پوش از روی بام ساختمان‌های نزدیک عمارت حاتم بیگ وزیر را برانداز می‌کرد، زانیار به آرامی به سمت او خزید. بابا مسرور و متین مطرب بارها به عیارها تأکید کرده بودند که اگر کسی را دیدند به او نزدیک نشوند. اما زانیار که می‌خواست زودتر انتقام استادش یاور قصاب را بگیرد، وقتی ناشناس را دید چنان هیجان زده شد که احتیاط را فراموش کرد. به ده قدمی سیاه‌پوش که رسید اطمینان پیدا کرد که ناشناس از عیاران اصفهان نیست. متین به همه عیاران که شب بیرون می رفتن دستور داده بود که به بازوی چپ خود پارچه سیاه به شکل گل گره بزنند. اما بر روی بازوی او خبری از این پارچه نبود. زانیار لحظه ای مکس کرد. باید سعی می کرد که او را زنده بگیرد تا بتواند بیگناهی مصطفی شیرفروش را ثابت کند. ولی بابا مسرور و متین خیلی در مورد مرداس جاسوس اخطار داده بودند. او نمی‌خواست کسی که هنوز نمی‌شناسد را از پشت زخمی کند و از طرفی نگران بود که اگر سعی کند کمند بیاندازد، آن جاسوس بفهمد و به مقابله بپردازد یا اینکه فرار کند. بالاخره آنقدر آن مرد را تعقیب کرد تا جاسوس سیاه‌پوش به گوشه بام رفت. به آهستگی در پشت او کمندش را مانند دامی پهن کرد و خودش در گوشه‌ای به انتظار ماند تا او از همان راه بازگردد. به بحث آن که مرد پای به درون حلقه کمند گذاشت، با سرعت آن را کشید. مرد که صدای کشیدن طناب را شنیده بود، با چابکی از جای خود جست. اما یک پایش در حلقه ماند و تعادلش را از دست داد و بر زمین افتاد. با این وجود قبل از آن که زانیار حتی بتواند از جای خودش بلند شود، با سرعتی باور نکردنی با خنجری که در لحظه در دستش پیدا شد، طناب کمند را برید و فرار کرد. زانیار که دید او از دام جسته، به دنبالش شروع به دویدن کرد. آنها با سرعت از روی بام عمارت ها می گذشتند. گاهی اوقات ناشناس از روی کوچه ها با سبکی می پرید و زمانی دیگر بر روی لبه دیوارها مثل زمین صاف می دوید. اما زانیار دست از تعقیب او بر نداشت تا بالاخره او را در گوشه بامی گیر انداخت. مرد با آهستگی برگشت و با زانیار روبرو شد. زانیار با خنجری در دست نفس نفس زنان در چند قدمی او متوقف شد. حالا در نور مهتاب به خوبی چهره او را می دید. خیلی تعجب کرد. او پیرمردی را می دید که اینطور توانسته بود به سرعت و چابکی بدود و او را چنین خسته کند. پیرمرد هم در حالی که نفس نفس می زد نگاهی به چهره زانیار کرد و گفت: آه، پس تویی. فکر می کردم آن مسرور افلیج پهلوانی را به دنبال من فرستاده. نگو خانه شاگرد بیچاره اش را فرستاده. حیف است که تو را بکشم. زنده می گذارم تا پیام من را به مسرور برسانی. به او بگو مرداس گفت به حق آن دفعه که در بیابان به من آب و غذا دادی، به تو اختار می کنم که تا جمعه از این شهر بروی. وگرنه روز شنبه در این شهر نانی برای خوردن پیدا نمی کنی. دوستان عزیز کلوپ داستانهای فارسی، لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. زانیار که خودش را در مقابل آن پیرمرد می دید، با جرأت گفت: نیازی نیست من به او چیزی بگویم. خودت را می برم تا حرفهایت را به بابا مسرور بزنی. مرداس با صدای بلند زیر خنده زد. زانیار با تعجب او را نگاه می کرد که ناگهان از پشت زر سربه‌ای به سرش خورد و نقش زمین شد. با صدای خروس ها زانیار به هوش آمد و خودش را در وضعیتی آویزان میان زمین و هوا به صورت وارونه و با دست و دهان بسته دید. کمی طول کشید تا در آن تاریکی بفهمد که او را به دیوار خانه بابا مسرور آویختند. هرچه سعی کرد خودش را نجات بدهد نتوانست.
بنابراین منتظر ماند تا کسی به کمکش بیاید. اولین کسی که از راه رسید متین مطرب بود که آمده بود تا بابا مسرور را به مسجد و زورخانه ببرد. او وقتی فردی را آویزان بر دیوار دید با احتیاط به اطراف نگاه کرد و همه جا را پایید و بعد در حالی که هنوز اطراف را پی در پی نگاه می کرد و پشت به دیوار داده بود خود را به زانیار رساند و قبل از هر کاری پارچه‌ای که بر دهانش بسته بود را گشود. وقتی زانیار را شناخت با تعجب پرسید اینجا چه خبر است؟ زانیار با شرمندگی گفت گرفتار مرداس شدم. حدس بابا درست بود. من خودم دیشب مرداس را دیدم و او برای بابا پیام فرستاد. متین بیش از آن مکث نکرد و با ضربه‌ای طناب زانیار را برید و در حالی که همچنان مراقب اطراف بود به او کمک کرد تا خودش را آزاد کند. سپس هر دو با عجله به درون خانه بابا مسرور رفتند. وقتی بابا مسرور از ماجرا با خبر شد ابتدا خیلی عصبانی شد و زانیار را به شدت نکوهش کرد و گفت صد بار گفتم مراقب باش. شانس آوردی که مرداس تو را قابل کشتن ندیده است. شک ندارم که اگر یکی مثل متین توی این وضعیت گیر می افتاد او را می کشت. او یک کلک قدیمی به تو زده. وقتی جاسوس ها نگران هستند که در جایی دامی برای آنها پهن شده است، یکی از راه دور مراقب دیگری می ماند و اگر دید اولی دارد تعقیب می شود به گونه ای با صدا یا نور او را باخبر می کند. بعد هم که اولی فرار می کند و تعقیب کنندگان را به دنبال خود می کشد، دومی آنها را دنبال می کند. اگر تعقیب کننده ها قوی باشند، در فرصت مناسب حواس آنها را پرت می کند و آن وقت هر دو فرار می کنند. و اگر تعقیب کنندگان کم تعداد باشند، با آنها درگیر می شوند. این بلایی است که سر تو آمده. اما حالا دیگر می دانیم که مرداس یک نقشه بزرگ دارد. و تا جمعه فقط 3 روز وقت داریم تا جلوی نقشه اش را بگیریم. بابا مسرور بعد از این حرف ها به فکر فرو رفت. زانیار با شرمندگی سرش را زیر انداخته بود و متین نیز همچون استادش در فکر بود. بالاخره لبخند به لبهای بابا مسرور باز آمد و با خنده گفت جای شکرش باقی است که مرداس من را یک پیر مرد افلیج خنگ می داند و حسابی روی من باز نمی کند. ولی متین تو خیلی مواظب خودت باش. نمیخواهم نسل اول شاگردانم منقرض شوند. زانیار تو هم اگر نمیخواهی دوباره مثل مرغ سرکنده به دیوار آویزان بشوی خیلی مراقب باش. مرداس آنقدر مغرور است که تو را هم دست کم گرفته است. این غرور یکی از ضعف‌های اوست. از طرفی باید ببینیم چه کسانی به او کمک میکنند. حالا می‌دانیم که حداقل یک جاسوس دیگر پشت سر او است و از آن مهمتر می‌دانیم که می‌خواهد کار بزرگی بکند. مسلماً این کار را بدون هماهنگی با سفرای عثمانی نمی‌کند و من امیدوارم در این چند روز باقی مانده به سراغ آنها برود. پس بنابراین متین تعدادی از عیارهای کهنه‌کار که مرداس نشناسد را به مراقبت سفیران عثمانی بگذار که هر کس در این چند روز با آنها مراوده می کند را در هر شکل و لباسی تعقیب کنند. از گدا گرفته تا تاجر، از پیرزن مردنی گرفته تا سردار نظامی، هر کسی به یکی از مردان عثمانی نزدیک شد را باید با احتیاط تعقیب کنند و مطمئن بشوند. حتما در گروه های 2 و 3 نفر آنها را پخش کن تا بلایی بر سرشان نیاید. از بچه عیارهای کم تجربه مثل این یکی هم اصلا استفاده نکن. زانیار باز با خجالت سرش را زیر انداخت. بابا مسرور ادامه داد من تصویری از مرداس دارم. امشب آن را به زورخانه می آورم تا همه ببینند و بشناسندش. باید سعی کنیم در این 3 روز او را بگیریم وگرنه باید منتظر فاجعه باشیم. دوستان عزیزم ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. در پناه حق.